با پلیرز آن ناون باتل گراند یا پابجی شاید اکثر شما آشنا باشید. یک گیم فوق‌العاده واقعی گرایانه که بیش از 100 میلیون بار در گوشی‌های اندروید و iOS دانلود شده و میلیون‌ها کاربر زنده در سراسر جهان دارد. نقشه ایرنگل پیشینه زیادی ندارد. این نقشه پر رمز و راز، آخر زمانی و کشنده با خانه‌های رها شده، ویران و پر از اسلحه برای لوت کردن است. در شروع هر راند این بازی، شما و 99 پلیر دیگر با پاراشوت‌هایتان از هواپیما می‌پرید. پاراشوتتان شما را تا پایین آمدن به زمین زنده نگه می‌دارد، اما به محض افتادن به زمین، 99 نفر دیگر در تلاش شکار شما و یکدیگرند. هر یکی از این 100 نفری که پایین می‌آیند، در تلاش است تا آخرین مرحله زنده بمانند و هر کدام در تلاش پیروزی است. هر کدام به محض پایین آمدن به سرعت خانه ها را جستجو و خود را با اسلحه های مورد نظرشان مجهز می کنند. برای مقابله با حریفان و حفظ جان خود باید هر خانه ای را تا حد ممکن برای یافتن سلاح، خون، بمب دستی، دودزا و هر آنچه چیزی در میدان نبرد به زنده ماندن آنها کمک می کند را لوت می کنند. مردم همیشه خواهان یک گیم واقعی نبرد با اسلحه بودند، اما این توقع هرگز اتفاق نیفتاد. برای اولین بار بازی در جزیره مرگ یا باتل رویال متأثر از فیلم و کتاب ژاپنی که داستان 42 دانش آموز مدرسه ای را بازگو می کند که در یک جزیره دوردست رها شدند و آنها مجبور شدند یکدیگر را بکشند تا اینکه فقط یکی از آنها زنده ماند. این فیلم مردم را به فکر واداشت که اگر آنها در چنین وضعیتی دچار می شدند چه کار می کردند. اما این فیلم در سینمای غرب تا سالها به دلایلی پخش نشد. سپس سالها بعد سریالی به نام هنگر گیم به پرده سینما آمد و در واقع آتش بازی را دوباره شعله ور کرد. متأثر از آن، بسیاری ها خواهان ساخت یک بازی واقعی همانند هنگر گیم بودند، اما هیچ کسی آن را نمی ساخت تا اینکه شخصی به نام باردن گرین برای ساخت یک بازی واقعی پیش قدم شد. براندن گرین یک گیم دیزاینر نبود، او یک عکاس و وب دیزاینر ایرلندی بود که به گفته خودش کمی با زبان کامپیوتری جاوا اسکریپت آشنایی داشت. او به خاطر دوست دخترش به برزیل رفت و با او ازدواج کرد، اما دو سال بعد دوباره از هم طلاق گرفتند و براندن در یک سردرگمی به سر می برد. او دوباره به ایرلند بازگشت و گیمی را به نام آرما و دیزی را راه اندازی کرد. گیم آرما یک تیرانداز نظامی فوق‌العاده واقع بینانه که به مقیاس مبارزه با توجه به جزئیات و کیفیت گرافیکی آن مشهور است. این گیم در واقع اساس و بنیانگذار بسیاری از گیم‌های واقع‌گرایانه متأثر از این گیم است که دیزی را می‌توان یکی از این گیم‌ها به شمار برد. اما براندن گرین کارش را در اینجا ختم نکرد. او می‌خواست یک گیمی بسازد که در آن آزادی و لذت واقعی را تجربه کند، طوری که او در یکی از مصاحبه‌هایش گفت: من گیم‌های زیادی را بازی می‌کردم، با وجودی که آن گیم‌ها عالی بودند، اما من لذت نمی‌بردم. من فقط می‌خواستم گیمی را بازی کنم که از آن لذت ببرم. I was a web designer, photographer. I knew code just from using JavaScript and jQuery and stuff like that in websites, but در فوریه سال 2016 گرین به کره جنوبی سفر کرد و با گیم دیزاینر معروف کره‌ای به نام چان هان کیم ملاقات کرد. آنها با هم گیمی را به نام Players Unknown Battleground یا PUBG را طراحی، توسعه و راه اندازی کردند. قرار بود گیم آنها در جریان یک سال قابل بازی باشد. توسعه این گیم در اوایل سال 2016 شروع شد و بالاخره در مارس سال 2017 اولین نسخه پابجی در دسترس مشتریان قرار گرفت. براندن گرین و کیم چان می‌خواستند گیمشان را هرچه زودتر به دسترس مشتریان با قیمت پایین قرار دهند. گیم آنها در ابتدا ساده و کوچک با سلاح‌های دستی که تنها نقشه ایرنگل را داشت راه اندازی شد و تا به امروز گیم همان گیم است، اما به مرور زمان نقشه ها، مودها و فیچرهای جدیدی به آن اضافه شده است. ایرنگل یکی از مشهورترین نقشه های گیم پابجی است که با توپوگرافی های عجیب، منظره های ناآشنا، پل ها، برج ها و قرارگاه های نظامی، فضاهای باز و گسترده، شهرها، کوه ها و باتلاق های خیالی به جذابیت این نقشه بیشتر افزوده است. در اوایل به بازار آمدن اولین نسخه پابجی، مشتریان آن را به قیمت 20 دلار می‌خریدند و از کیفیت و صحنه‌های واقعی این گیم در بدل یک پول ناچیز لذت می‌بردند.
گیم روز به روز مشهورتر و کاربران زیادتری را به خود جذب کرد، طوری که در 4 ماه اول پس از راه اندازی 10 میلیون راوند در این گیم بازی شد و فقط در 3 روز 11 میلیون دلار درآمدزایی کرد. در ماه آپریل 1 میلیون نسخه این گیم به فروش رسید. 1 ماه بعد فروش آن به 2 میلیون و 1 ماه بعدتر تعداد فروش آن به 4 میلیون کاپی رسید. در آگوست همان سال این گیم یکی از پرطرفدارترین گیم در استیم شناخته شد و در اکتبر این گیم به عنوان پرطرفدارترین گیم در کره جنوبی شناخته شد. بعد از شهرت این گیم، کمپانی های بزرگ تکنولوژی از جمله مایکروسافت، فیسبوک و کمپانی تنسنت در چین در آپدیت های جدید محصولاتشان گیم پابجی را گنجانیده و آن را به معرفی گرفتند. آینده پابجی با وجود رقابت‌های زیادی که وجود دارد پردستاورد خواهد بود، زیرا این گیم هر روز بازیکنان جدیدی را در سراسر جهان به خود جلب می‌کند. در حال حاضر گیم پابجی در افغانستان و ایران کاربران زیادی را به خود جلب کرده و در این میان پلیران حرفه‌ای در یوتیوب و استریم عرضه اندام کرده است. با سپاس از همراهیتان تا این لحظه، تا بعد، خدا نگهدار.